بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم امروز به داستان دیگری از داستان‌های یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، داستان شخصیتی که یا از صحابیاتی که صحابیه‌ای که نقل کردن مورخین که اولین زن مسلمان بود که با مشرکان جنگید در دفاع از دین خدا و اولین زنی بود که مشرکی رو در مقابله با دفاع از مسلمانان از پای در آورد. ولی این زن کسی نیست جز صفیه بنت عبدالمطلب. خب این بانو، این بانوی آگاه، این بانوی شجاع، این بانوی عاقل به تنهایی میشه گفت از خیلی از مردان دارای شرافت و مقام بالاتری هست. اولین زنی قهرمانی که گفتیم تونست در برابر مشرکان بیسته و در دفاع از خانواده های مسلمانان مشرکی را از پای در آورد. ولی این زن صفیه دختر عبدالمطلب هاشمی قریشی عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بزرگواری و کرامت این خانواده برای همه روشنه. صفیه بنت عبدالمطلب از یک جهت پدرش عبدالمطلب پسر هاشم هست که پدر بزرگ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و رهبر قریشیان و سروری هست که مورد اطاعت قرار میگیره، آقایی که اطاعت میشه، و مادر ایشون حاله بنت وهب هست، خواهر آمنه بنت وهب که مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. و از یک طرف حمزه ابن عبدالمطلب سید الشهدا هم برادر ایشون هست، یعنی از یک مادر هر دو هستن. همسر اول صفیه حارث ابن حرب هست، برادر ابو سفیان ابن حرب که رهبر قوم بنی امیه هست که همسر اولش فوت میکنه. اما همسر دوم صفیه کی هست؟ العوام ابن خویلد. العوام ابن خویلد که خدیجه در واقع این عوام ابن خویلد برادر خدیجه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. ام المؤمنین خدیجه همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و جز شخصیت های برجسته در جاهلیت هست. و نکته مهمی که هست، همه اینها رو که بذاریم کنار، فرزند ایشون زبیر ابن عوام هست که حواری رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. این فضایل رو وقتی کنار هم میگذارید ببینید چقدر ارزشمنده که مازاد بر همه اینها که اصلا بگذاریم کنار، همون نقش حواری بودن، صحابی بودن برای پیامبر کافی هست واقعا برای عزت هر فرد. اما میریم به خود زندگی صفیه بنت عبدالمطلب. همسر ایشون العوام ابن خویلد، خوب دقت کنید، العوام ابن خویلد که گفتیم برادر ام المؤمنین خدیجه هست، این فوت میکنه مثل همونطور که همسر اولش فوت کرد. اما یه پسر از اینها باقی میمونه، پسر کوچکی که اسمش زبیر هست. صفیه زبیر رو با انواع سختی ها پرورش میده، آموزش میده، گویا که از همون ابتدا از این میخواسته یک سوارکار، یک جنگجو، یک قهرمان مبارز بسازه. آموزش سوارکاری، آموزش جنگ، آموزش تیراندازی، آموزش شمشیرزنی، همه اینها رو از همون ابتدا به اون یاد میده. نحوه ساختن کمان، نحوه ساختن تیر و امثال این مواردی که یک فرد باید در آموزش های رزمی یاد بگیره. نکته قابل اهمیتی هست، سعی میکنه زبیر رو در هر خطری، در هر میدانی بندازه تا دلش شجاع بار بیاد، نترس بار بیاد و قدرتمند بار بیاد تا بتونه که در هر موقعیتی این قرار بگیره از خودش و از دیگران دفاع کنه. و هر جا هست که زبیر میبینین کوتاهی میکنه، این مثل یک مربی رزمی، یک مربی که آموزش های نظامی رو میده، اون رو تنبیه میکنه که مواظب باشه خطا در این مسیرها
انجام نده. و به خاطر همین برخورد قوی و قدرتمندانه ای که در مورد زبیر داره و آموزش های نظامی زبیر، خیلی ها اون رو می اومدن چیکار میکردن، سرزنشش میکردن، از جمله عموهای زبیر میگفتن این چرا رفتاری که داری انجام میدی، چرا فرزندت رو داری برای این آموزش ها اینقدر مورد سختی قرار میدی و تنبیه میکنی. میگه که تو داری که این کار رو میکنی واقعا این خشم یک مادر رو نه این پسندیده نیست، برای یک مادری چنین خشمی نسبت به فرزندش داشته باشه و چنین رفتاری رو داشته باشه. اما صفیه بنت عبدالمطلب میگه نه، اگر هر کسی شعری رو میخونه، اصطلاحا میگن رجز در شعر عربی، میگه شعری رو میخونه، میگه هر کسی فکر میکنه من به فرزندم خشم گرفتم، اون فکرش اشتباس و دروغ فکر میکنه و دروغ میگه، چرا که من اون رو دارم تنبیه میکنم تا آموزش ببینه و رشد پیدا بکنه، که وقتی در میدان جنگ قرار گرفت سپاهیانی رو که در برابرش هستن بتونه شکست بده و از اونها غنیمت بگیره و قهرمانی باشه در برابر اونها و نگهبانی باشه از مردم خودش. اتفاقا این مورد من وقتی نگاه میکردم از آموزش و تدریب اصطلاحا در لغت عربی در مورد زبیر، همین مسئله رو من در مورد آموزش هایی رو که دیدم در پایگاه در نیروی دریایی امریکا، که دانش آموزانی رو که در دبیرستان بودن اینها رو برای تعطیلات تابستانی می بردن در این پایگاه برای آموزش های نظامی، که در چه شرایط سختی پسران و دختران رو حتی در امریکا آموزش می دادن که اینها مثلا در شرایط جنگی بتونن از دولت امریکا دفاع کنن، و در همین سن نوجوانی و جوانی سن آموزش دوره ها در ظروف مثلا ظرف های وان های یخ، آموزش در مثلا صعب العبور در عبور از کوه ها موانع، آموزش از مثلا عبور از سیم خاردار و رزم فردی تیراندازی، همه اینها در شرایط خیلی سختی قرارشون می دادن. و اصلا انسانی که آموزش نبینه در برابر این موارد قطعا در دفاع از مملکت خودش، دفاع از خانواده خودش، دفاع از آیین خودش ناتوان خواهد بود. و این طبیعیه که یک فرد برای آموزش های نظامی سختی ها رو ببینه. همجور شما میبینید که دیگه در نیروهای نظامی و مثلا افراد وقتی که آموزش های سختی رو میبینن، چه بس اصلا جنگ هم نشه، طرف 20-30 سال آموزش میبینه اما ممکنه جنگی هم رخ نده، اما همیشه این آمادگی رو داشته باشه که برای میدان جنگ باشه. در هر صورت خواستم نگاهتون داشته باشید در مورد صفیه عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مادر زبیر، که چگونه زبیر رو پرورش داد. اما زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو خداوند مبعوث کرده پیامبری و دین حق الهی رو و این دین اسلام رو به ایشون ارزانی داشت، از ایشون خواستش که خب دعوت کنه مردم رو، ابتدا قوم خیش خودشون رو، اینها رو بشارت بده، اینها رو بیم بده از اینکه بالاخره این دین حق هست، بعد این دین رو بپذیرید. خب در اولین مرحله اقوام خودش رو دعوت کرد پیامبر خدا به سوی دین خدا و اینجوری صدا کرد، شروع کرد: ای فرزندان عبدالمطلب، ای زنان عبدالمطلب، ای فلان فلان، شما نگاه کنید، من مبعوث شدم از جانب خداوند و شما رو میخوام که دعوت کنم به سوی خدا. و در اون دعوتی همه اقوام خودش رو دعوت کرد، از بزرگ و کوچیک پیامبر دعوت کرد تا با اونها صحبت کنه، و با این مضمون در تاریخ نقش شده: یا فاطمتو بنت محمدن. حتی دختر کوچیک خودش حضرت فاطمه رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم مورد خطاب قرار میده. یا صفیتو بنت عبدالمطلب، ای صفیه دختر عبدالمطلب، که همین عمش باشه. یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، انی لا املک لکم من الله شیئا، من هیچ چیزی ندارم نسبت به شما که در برابر خدا مالکیتی نسبت به شما داشته باشم یا مطلبی، من میخوام شما رو برای خدا دعوت کنم. پس در این کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینید، از دختر خود کوچک خودش گرفته شده تا عمه خودش صفیه رضی الله عنهما. در هر صورت صفیه هم جزو اولین کسانی هست که در تلیعه پذیرفتن کسایی هستن که دین اسلام رو میپذیره و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو تایید میکنه و با تمام وجود رو میاره به سوی ایمان، با تمام وجود رو میاره به سوی قرآن. و میشه گفت که صفیه جزو اولین شخصیت ها و قهرمانان
هست که در اسلام ازشون میشه ما نام ببریم که صادقانه در این زمینه اومده، جدا از اون مقام ها و عزت هایی رو که ما برای صفیه در قوم و قبیله خودش نقل کردیم، حالا عزت و مقام اسلام هم شامل صفیه شده. بله، صفیه رضی الله عنها و به همراه پسر خودش زبیر ابن عوام به این کاروان نور و کاروان حقانیت اسلام و انبیاء علیهم السلام میپیوندن و همین جو صفیه و هم زبیر همان رنج هایی رو در مکه میبینن، همون سختی هایی رو میبینن از قریش و دشمنان اسلام که سایر مسلمانان دیدن، تا آنجایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داد که دستور داد که همه به سوی مدینه هجرت بکنیم و این بانوی بزرگوار هاشمی هم به سوی مدینه هجرت کرد و مکه رو رها کرد با تمام اون خوبی ها و خاطرات زندگی که داشت. وطن خودش رو رها کرد، محلی که متولد شده بود، انس گرفته بود، زندگی می کرد، دارای عزت و شرافت قومی و طایفه‌ای بود، همه رو رها کرد، همه اون مقام و جاه و جلال رو به سوی مدینه، فقط به خاطر خدا و دین رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نکته ای که اینجا خیلی عجیب هست، صفیه عمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی رغم اینکه دارای سن بالایی هست و حدود 60 سال ایشون تقریبا سنش برآورد میشه، با تمام اینی که ناتوان هست و پیر هم هست، اما در میدان جنگ غافل نیست و در میدان جنگ مثل سایر مجاهدان و قهرمانان مثل مردان شرکت میکنه و حضور داره و تصاویر زیبایی رو از خودش در میدانهای جهاد و نبرد در دفاع از رسول خدا صلی الله علیه وسلم به نمایش میکشه که هر کدوم از اینها میتونه برای خودش دارای یک ارزش و اهمیت فوق‌العاده باشه. با توجه به اینکه وقتمون تموم شد، دنباله داستان رو میذاریم برای جلسه بعد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.